الان تو اپیزود 19 این ورژن ها هاشتینا ها که میبینید با اختلاف قوی ترین ورژنشه ولی میتونم <applause> انتوره سامن کنم بچه نیم بزنیم به ب... شما کارکتری از من ساختید که توی اوقات فراغتش میاد بتل تاور لوت میکنه درود فراوان و بیکران به همه شما خوبان راستی رفقا براتون در ماتریکس دات ایکس وای زد از اونجایی که ماتریکس واقعا و کسایی که الفنن میدونن که واقعا ماتریکس واقعا ما دارم چی میگم مستر کلاس یوتیوب برا کردم و تمام دانشم رو با شما به اشتراک گذاشتم و آفی که براش در نظر گرفتم از امروز تا هفته آینده هست خیلی تون سوال پرسیده بودیم گفتم بهتون بگم بریم به سر قدمه داستان الان گرگ پارسی هادی چوپان رو استیج، ولی هاچ سینا باید ویدیو رو امشب برسونه متاسفانه نمیتونم مستر اولیمپیا رو لایو ببینم با اندرپرل دیگه چیا میتونیم درست کنیم سول سو نیوز آن ا تیمد کریچر تو بایند ایت تو یور سپیریت الاوینگ یو و سامن اند دیسمیس ایت انی ور انی تایم باوند پتس اور ماونتس ویل آلسو ریسپاند افتر دث خب تریت هامون هم باید ببینم و کم کم بریم سراغ اهلی کردن جک جونورها مطالعت کنیم خانومی 700 مثبت 200 تا واکسینا مطالعه کرد نالج خودش رو ابزایش داد نسبت به نیم فلاح عباس نیم فلاح قفقاز الان چی من هنوز نمیتونم سامن کنم اینا رو یه تست دیگه من ریفورجینگمون بگیرم اینجا ما میتونستیم با طلا هم ریفورج کنیم اینطوری که من فهمیدم کوالیتی آنداینگ من شنیدم که این از همهشون بهتره دو تا مکس هل برادر زوغ زده شد آن نکنید دوستان این میذاریمش جای یک دوم هارت و چی شد الان هلتمون خیلی زیاد شد حالا اگه اینو بذاریم اینجا چی نه اینایی که رندوم پیدا میکنیم مثل اینکه براه نیستن اینا رو بذاره اینجا بدین صورت یه دونه ماکیو برادر براه میکنه و الان یه کاری که من میتونم بکنم اینه که اینم انقدر ریفورج کنم تا اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم اینم بهمون به آنداین بده آرمورد آرمورد آرکانه رنگاشون هم خیلی جالبه آرکینم الان این مدلش که به من داده قوی به نظر میرسه دو تا فلان ولی همه چیش مربوط به مجیکه دیگه همونطور که از اسم آرکین برمیاد اثلریک ورزشکاران است پنج درصد اسپید سترنگتنینگ ضعیف آهان احتمالا اونایی که آبی روشنه مثل این دو تا ابیلیتی میده بنین آفندش وقتی که آبی تیره باشه یه دونه است و بین صورتی و بنفشم باشه سه احتمالا ایمینگ نشانه گیری دوباره آرکین پانیشینگ، اینم میتونه جالب توجه باشه دمیج میده درصدی گریسفول سپرینگی هاریبل، افتضاح به راهه ارزشش رو داره انقدر دارم همیشه دو فاک میدم البته تو بازی میگردیم پیدا میکنیم این هم آندایین شد برادر چه کار که حاج ها حجت رو تمام میکنه طوری که دیگه حرفی برای گفتن نمونه البته قبل از اینکه اینو اینجا یوزش کنیم تلامون هم میذاریم باشه اینجا چون میخوایم برای ریفورجینگ استفاده کنیم مثلا به طور کلی قبل از اینکه این حرکت رو بزنیم من بیام اینجا اینو تبدیلش کنم به رینگ آف سترنگت علاوه بر تمام خوبی هایی که داره نکنه بافاش بره خب بافاش رفت آره متاسفانه اشکال نداره اینم نمیدونستیم دیگه به هر حال ولی خب جایزه داد بهمون یه دونه زدیم همون آن دا اینو داد بازی دلش برای سینا سوخت گویا و الان دیگه من واقعا در محدوده ایم که آره بمیرم هم به اون صورت خبری نیستا چهار تا بلاک آف گولد داریم ریسورس ها منابع هست حالا حالا ها مطالعت کنم جیگر واسه هیلم کن هیلمون اون پرشه هاچسینا قلبه ها رو یکی پس از دیگری ببینیم کی برای اولین بار پنج تا قلب میگیریم روی یک بادی پارت هنوز نمیتونیم سامن کنیم من فقط برسونم به صد درصد ناله جامو و نتونم اسپان کنم شعر رو به هم حالا دوست دارم بریم سراغ ریفورج کردن سابرمون برادر میخواد ولخرجی رو به راه کنه دیگه چیکار کنم بچه ها الان که حالت لانگ فقط ریچ دیستنس به هم میده به به فوق العاده شد ویشس به به عالیه معرکه است همش داره منفی میده شارپش فکر میکنم خوب باشه حالا دندانگردی رو به راه کنیم میترسم انقدر روش کار کنم بیش از اندازه بعد دستش بدیم یهو یک مگا اولترا سوپر دوپر کریپر زیر پاون اسپانش شد یهو این که بود چیزی که داشتم الان دستم اتک سپیدی نام همه چی برا بود حالا یه چیز دیگه من بابل های مختلفی هم دارم بابلز دیگه من طول بلت اصلا درست نکردم سیز جایید برا خودم یه بابل دیگه هم میتونیم داشته باشیم که حالا خودش به کنار میخوام از بافاش استفاده کنم که دیگه قوی ترین ورژن هاچسینا رو داشته باشیم ریپورت نشد فقط ایکس پی منو گرفت چه اتفاقی افتاد اسکم شد هاج سینا هی سیری هاو دو آی ریفورج ا تول این خب چیزی رو جبه ریفورجینگش پیدا نکردم فقط گفته که میتونی با بیلت پاوچ کار جالبی انجام بدی باش ظرفیتش رو اضافه کنی حالا همینو میپوشیم یه دونه ماجیک شیلدینگ هم به شاید فرجی حاصل شد شما خوبان در کامنت سیکشن تونستید راه حلی رو به آج ها پیشنهاد بدید برای این داستان نالج هاش رسید به 900 قاعدتا الانم نمیتونم اسپانشون کنم اگر مجبور بشم برسونم بشون به هزار که دیگه خیلی سم میشه اگه شیلدمونم ریفورج بشه که جالب میشه ولی فعلا اینو در میاری میخوام یه دونه شیلد دایموندی هم درست کنم دیگه آتیش زدم به مالم در ضمن شیلد های مختلفی داریم مثلا من میتونم دایمن رینس رین شیلد درست کنم تاور شیلدش هم هست ببینیم چه فرقی میکنن با هم بلاک اند لفت کلیک تو شیلد باش بلاک اند لفت کلیک تو شیلد باش اینم همونه که شیلدینگ پاورش 20 این یکی چنده اینم 20 الان این دوتا چه فرقی میکنن با هم فکر کنم فقط ظاهری فرق کنن اما یه سری شیلدهای دیگه دیگه شیلد های دیگه داریم شیلد اف آنر اینا دیگه خیلی داستانشون عجیب قریبه گلوینگ جمش فقط یه دونه بلاک دایموند میخواد یه گلوینگ جم فقط بخش کوچکی از این شیلده مونه و درگن اک اینا که اصلا کنسله اینا هم که چیزای پیزوری به نظر میرسه دیفنس دوازده میخواد اصلا دیفنس چهار یعنی تقریبا اینا قوی ترین چیزایی که من تو بازی دارم به جز این ابسیدین تاور شیلده مکس پروتکشنش 1600 این چیه داستانش سی درصد اسپیدمون رو کم میکنه ولی من همین دایمونده رو درست کنم یعنی الان یه شیلد خیلی خفن دارم از خفن ترین های بازی رو هاچسینا از آن خودش میکنه و جدا از شوخی من الان نمیتونم برگردم به مینه کرافت معمولی بچه الان دیگه نه چه اتفاقی میفته اینم میتونیم ریفورج کنیم همونطور که میبینید هیچ ویژگی نداره الان ده درصد اسپیدمون اونو کم میکنه خیلی ممنون فیک کلوفت شد آتیش زدم به مال اه چقدر دیباف داره همش همش دیباف بود سینا آتیش زد به مالش فکر نمی کردم همه اینا مصرف شه ماجیک شیلد شاید اصلا یه تعدادی بیشتر نیست الان همش ناکبک رزیستنس داره به من میده جهنم بذار برداریم دیگه میتونستم خیلی زودتر بردارم و از به فاک رفتنه تعداد زیادی از اینو جلوگیری کنم ولی لیون and learn ما الان در پروسه یادگیری هستیم دوستان این هزینه ای که آشنا باید برای یادگیری به پردازه you learn more of nymph unlocking knowledge rank 2 اینه از اینم بیشتر میتونیم یاد بگیریم که نیمف الله داستانش چیه بگو که الان میتونم سامن کنم عجب کسافت خانه هی. شاید سامننگ استف هم ضعیفه سامن minions last longer این که هشت میخواد اینم هم هشت میخواد دابل مینیونز با هفت چقدر عجیب اینا هر کدوم کاربردهای مختلف دارن مثلا این مانای بیشتری مصرف میکنه ولی اه... یعنی تمرکز بیشتری مصرف میکنه ولی ماب ها و چیزایی که اسپام میکنیم بیشتر میمونن این استف کمک میکنه که دو تا از یه چیز سامن کنم ولی اچ پی نصف حالت معمولیه این چیه ماش لانگر مور فوکس بیشتر میمونن ولی فوکس بیشتری میخوان چه انتورا گنده شدن وانشاتشو میکنه هاشسینا با تجهیزات جدید الان تو اپیزود 19 این ورژن هاشسینا که میبینید با اختلاف قوی ترین ورژنشه ولی شاید هنوز کافی نیستم I'm never good enough من هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستم در نهایت این ذهنیت شاید تاکسیک باشه ولی باعث پیشرفت میشه حالا یه سری بزنیم به کمانه های بازی کمانز دیگه بوی معمولی شاید بهتر باشه من سترینگت لانگ بو درست کنم لانگ بو و بو جفتشون ارای معمولی مصرف میکنن درا تایمش فقط بیشتر میشه هر چقدر بیشتر و بیشتر سترینگت میکنیم بیشتر طول میکشه که بکشم کمونو عقب ولی خب به همون دقیقا به همون نسبت سرعت تیرمونم بیشتر میشه و شاید اون قوسی که تیمی کنه هم کمتر بشه حالا من نمیدونم لانگ بو رو باید تو استفاده کنم یا نه شیفت رو بزنیم لانگ رنج ورژن اف د استاندارد بو تکس لانگر تو درا فولی نه نیاز نیست تو باشه دو تا دایموند بیشتر نمیخواد حالا من 19 تا دایموند دارم ولی خب کلی وسیله هست مثلا من سوردمو استفاده نمی کنم این تعداد کلنگ استفاده نمی کنم آرمورم که داریم بازیافتم هست به به اروی معمولی که صد درصد در, صد در اولویت قرار داره ناک بک ارو گوشکو برقی پشمان پیستون میچسبونه نوک ارو بابا خیلی نکنید سلاتین اینجا کریچر نالج هم فوله من الان چرا نمیتونم تو رو سامن کنم احتمالا تو کامنت ها هم برام نوشته باشین ولی انقدر کامنت ها رو من وقتی میخونم همه میزنن کامنت اول کامنت دهم ده کامنت سیوم که خیلی از کامنت های آموزشیتون رو من نمیتونم متاسفانه ببینم انتر من توی هر کوچه بیاده تو خوندم اینم هم گنده تر شدن و خداوکیلی از نظر ابعادی انقدر گنده نبودن شاید خوب اینا رو زدم میزنم از این به بعد دوستمون خوشش اومد دوباره اسپان شد الان هم تو که میبینید من نسبت به حالت معمولی فقط نیم قلب از هدم دست دادم و یه چیز جدیدم دوباره یاد گرفتم شیلد من در مقابل های اینا که میخوان جان من رو درین کنن از محافظت میکنم من الان یکم به اعتماد به نفس نیاز دارم که با تمرین بیشتر به دست میاد و اینکه خودم در رو در موقعیت های خطرناک قرار بدم قطعا باز در آرل کرافت خواهم مرد تجربه بسیار زیادی است با این فرمول تعداد بسیار زیادی تیر به دست میاد گوشی انطوره چکارت کنم دیگه بدون اینکه سولگیز کنم نالجم از انطوره فول شده انقدر انتره کشت برادر که دیگه هر چیزی راجع به انتوره بود و نبود و فهمید حال میده الان بتونم انتوره اسپان کنم میتونم انتوره سامن کنم بچه آقا چه کمکی میتونه بکنه به من این اسیست فالو بیا پیشم انتوره وای من یک انتوره دارم گیم یار ایز هیرز انتوره <applause> تو انتوره خوبه منی مانامون چطوری راستی آهان داره میشه از خودم دزدی نکنی یعنی الان می‌بینیم دایموندامون رو برمی‌داره یومینم می, بر می یومی تیکه از آرمورم نیست حالا من به تعداد بسیار زیادی فلین تو داستان نیاز دارم که انتوره‌ی من کوش رسی شاید دی میشن احتمالا آره انتوره‌ی من سنگ صبور غمهام هام به دیدنم بیا که خیلی تنها ان بی سنگ صبور توره سبز و سوت و کور توی انت ستاره نیست برادر شت جوک رو هم براتون براه کرد در این کانال میدونید من از چی میسوزم اگر بمیرم اینکه این همه وقت گذاشتم دارم اینا رو کرافت میکنم بعد یه اتفاقی بیفته که من نمیدونم داستان از چه قراره بعد بمیرم اینش تو پاچه هاشسیان نمیره ولی خب همینه که هست هر کسی قبل از من آرل کرافت رو فرا گرفته با این چالش ها رو به رو بودش پر دارم فکر نمی کردن آقا پر داشته باشه ولی خب خود رو شد همه رو هاشسیان نگه داشته 48 هم برادر تیر داره الان برادر این انتوره سامن میکنه و بعد انتوره خودش رو به طرز حال نمیده که من نمیتونم تو رو بکشم الان درابک من هم طول نمیکشه همونطور که میبینید یه تست بگیریم با لول اپ کامبت آرچری سریعتر این کار رو انجام میده الان یه لول از این گرفتیم شاید باورتون نشه ولی من حس کردم مقداری بهتر شد ارو اسپید اونم میتونیم ببریم بالاتر که من یه بار دیگه همین آرچری رو میبرم بالا لول هفت ارو اسپیدمون ده درصد به ازای هر یه لول سرعت تیرمون رو زیاد میکنه نیم فلاح بزنیم تکون نخور واه برادر نیم فلاح رو هیت شات میکنه چیچی الیمنت دست سخر الیمنت رو هم برامون فیبولد چارج چارد اورب آف الیمنت انرژی کن بی یوز تو لیول اپ هیتس این ایکویپمنت پارتس With matching elements من حالا باید برم اوربه ها رو هم یاد بگیرم احساس کنم تا جایی که میتونستم چیزهای مختلف رو یاد گرفتم ولی اطلاعات زیادی درباره اوربه ها ندارم و دوستان حس میکنم که الان برای چالش های جدید آماده هم ماشین هایز فور چالش های جدید گوسفند سولگیز کنم بخندیم این دوستانمون الان الان باید سولگیز کنم سامن کردنشون میتونه خیلی کمک کنه برای تفریح هم میزنم بهتون الان من مرغم میزنم به گوشتشون نه ولی پرشون رو بر چون دیگه به پرشون برای درست کردن تیر نیاز داریم نجاست میبین که میدونم اون پایین نجاست میباره شاید باید یک سری زاپاس درست کنم توی اون برم هر کاری که به ذهنم میرسه رو انجام بدم چه خبره؟ نه خبر گولدن اپلز جگه یا جدن از اکسپی رایگان بود دوستمون خبری نیست ها یه لول دیگه کامبت دراینگ بو فستر بعدش لول 13 دان نزدم اصلا دانجنا را میتونیم ولی نه برای اینا باید گلوستون تورش درست کنم یه تختم بیارم بذارم کنار دست خودم که اگه مردم برم آیتامو بردارم اوه 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 نکشیمون یه ویلیج دیگه هم این دیدم فکر کنم ولی سمت چپ اونجا اینجا درگنه دراغون نه درگن گرفتید چی شد درگن چقدر رنجم زیاده با این از کجا دارم میزنم اینو اگر رنج دوستمون نرسه اینجا هم میتونه جالبی باشه نزدیک جارکرا هم هست مرسلم راتان اینجا که کنسله نه من میرم جارکرا اوره فز یوهو یه ست جک جونور سامن شدن و فارم کردن اینا هم خالی از لطف نیست و و اینجاست که آشتینا بتل تاوری دیگر میابد وسط آب هم هست کاش که اندر هم با خودم میابردم دارم پخته تر و پخته تر میشم بیشتر و بیشتر برادر میفهمه که باید چه بکنه اونورم میخواستم برم ولی ناگاه داره اونجا شرمر میخونه مسهورم میکنی و اسیر زیباییش میشم خدایی نکرده تو اینا چیه راستی؟ هیچی نیست کپه سنگین اینا اینجا بپوشونم خب حاج سینا مثل اینکه از discovered دوستمون رو بعد میزنم اشو با نخور دیگه اون زاده ها اومدن اینجا <تصفح> نمیذارن هاش سینه تردد کنه نمیشه به 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 نه به به خاموش کنید اینا آقا جک جونور در میاد الان از این تو دو تا انویل رایگان فکر نمی کردم تو ویلج همچین چیز خفنی چیزهای خفنی گیر بیاد یا مهدی ادرکنی اجل علا زهوره فقط من خیلی بیش از اندازه بلند میپرم شاید بهتر باشیم بابل رو در بیاریم نصف قلبمون هم کم شد خش مثل آدمی زاد شد پرشان وای موسم خرابه حواسم نبود که باید اینجا هاتکی ها رو عوض کنیم یک دو سه حد باید حواسم باشه دراگونی چیزی اینجا نیاد که وقتی که میخوایم بریم که داشته باشیم میخواستم اکسپی ها رو بردارم و کمونه انش رو کشید یا اکسپی بی؟ یا بیا دست دراز کن صداهای بدی داره میاد ولی خبری نیست مند. آره دیگه شما این رو از هاج سینا ساختید شما کارکتری از من ساختید که توی اوقات فراغتش میاد بتل تاور لووت میکنه که رو در میاره توت میکنه ها, ها, ها. او, او, او. دوستمون مثل که شوخی نداره ولی دیگه برحال هاشتین ها دفتری همه رو میکنه بلاک وسط فرق وسط فرق بغل لیول موده میکنیم رنگ هم عوض نمی کنم بتونم چار تا لیول بگیرم از این دست خره توی یه اپیزود ولی اتفاقی که افتاده حالا من به عنوان چالش بعدی چالش ترکسن به عنوان چالش و بعدی من خیلی دوست دارم که هم برم زیر دریا ببینم چه خبره هم اینکه دیگه نزنم به کنم کل اسپانه رو رو برم وایستم فارم کنم چقدر گنگ هاچسینا از پولداب یو اس خودش هاج سینا میادیم ور یو درایو بایشون کردم اوه هاج میاد که داشته باشه حالا من میتونم برم در رشته لوت سرعتی المپیک شرکت کنم و لول بعدیش چیه شمردنه یک دو سه چهار پنج شیش هفت یعنی دیگه من فکر نمی کنم نگاه هم نمی کنم اطرافمو مستقیم یک دو سه چار پنج شیش هفت یک دو سه چار پنج شیش هفت و در نهایت یک دو سه شیش هفت به این شکل او مای گاد کلش رو زدم ترکوندم هاش چه سریع رکورد المپیک رو هاش جابجا جا یه جا جوری زدم انگار جونم بهش وابسته بود بخواب خواب, خواب سرعتی هاش همه کاراش دیگه از این بعد سرعتیه هاپر سرپایی هاش درست میکنه براتون بدین شک. چی بگیریم آرچری بعدی که کنسل ارو سپید بگیریم دان چقد از اینا کشتم بدا بکیلی بد بغل امو خیلی میرن عقب قاعدتا دیگه من هیچ جنبنده ای نباید اینجا ببینم پش این تو هم آیتم شت ها نات بد اینجا مم. Advanced Bane of Arthropods این میتونه جالب باشه از این طبقه به بعد تازه شایان توجه میشه به به توی یه طبقه همه رو بردی یو. اینها رو که حالا استفاده نمی کنم ولی دایمونداش رو میتونیم بازیافت کنیم برای ریفورج یا هر مقصد دیگه ای منسکریپت هم داریم قبلا هم پیدا کرده بودیم چست بالای اینو باز کنیم نه بالایی رو دیگه نباید باز کنیم باید هاپر بذارم از همین طبقه و هاچ سینا اینجا لاک پیکش رو به راه کرده و به باتل آف اینچنتینگ شدیدن هم باتل آف انچانتنگ. ریکال پوشن هم, هم داره به راه میشه شد لپیس و بوت یس برادر بروینگ استند هم پیدا میکنه حتی اینجاست که یه سری آیتم های که شایان توجه نیست رو میذاریم بمونیم پایین رینگ و چقدر آیتم دایموندی در اومد از این تو رو نمیکردم راستش خیلی از آیتم هم میذاریم اینجا بمونه اصلا مثلا که دیگه جذابیتشو برای از دست داد خدا وکیلی اکسپی هم همینجا یوز میکنیم چقدر آیتم دایموندی پیدا کردم توی اپیزود باورم نمیشه صدا باگ میدن دوستان تنبون مگه میشه همچین چیزی تنم دهنت بمیر بی پدر و مادر اوه آج سینا چه کرد همه رو دیوونه کرد با این حرکتش اینقدر آیتم دایموندی چشی زدم اینجا رو چشم معکوس زدم پوشنا و یه سری چیزهای دیگر رو میذارم بمونه اینجا کرکت بلک Dragon سکیل با اینا چیزهای عجیب غریب میتونیم کرافت کنیم دیگه سوتی موتی ندم یه وقت دستم بخوره اوه 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 رفتم تو فیس دوستمون اسنس عجیب غریب داستان لگ دایمونزگ ریدستون الله گولدنیا بلاک دایموند ملون دیگه خدا وکیلی طبقه آخر بتل تاور برادر پیدا میکنه بله این هم حاصل لوت این بتل تاورمون من دیگه هیچ جوره مشکل دایموندی ندارم اینکه بمیرم الان انفجار رخ بده این تایم تایمی بود که من باید سپری میکردم توی آرل کرافت که بتونم خودم و قشنگ ایمن کنم الان با دل و خیلی بیشتری به مسیرم ادامه میدم راستی میتونم بک هم الان یوز کنم آیتما رو بذارم توش من چرا این کارو نمی کنم نمیدونم کاری که حالا شاید پشت صحنه انجامش بدم مرسی که تا انتهای این اپیزود هم همراه بودید امیدوارم هایدی چوپان الان قهرمان مستر المپیا شده باشه عشق کنیم و اپیزود بعدی دیگه من ریسک میکنم این توانایی رو دارم انقدر ریسورس و منابع دارم که برم تو دانجن ها بگردم شاید بمیرم ولی اشکال نداره تجربه میشه دیگه الان هر آن چیزی رو که برای ورود به استیج بعدی بازی نیاز داریم دارم خیلی ممنون که تا انتها همراه بودید و ویدیوهای بعدی میبینم اتون سیو نکست تایم